برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. با پایان ماه محرم و ماه صفر، پرچم عزاداری گنبد حرم سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام جمع‌آوری و دوباره پرچم سرخ شهادت برافراشته شد. لازم به ذکر است هر سال شب اول ماه محرم الحرام پرچم سرخ حرم سید و شهدا علیه السلام پایین آورده می شود و پرچم مشکی بر فراز حرم مطهر برافراشته می شود. یک منبع امنیتی عراق از تشدید تدابیر امنیتی بی سابقه از سوی هشت شعبی در طول خط مرزی با سوریه خبر داد. به گزارش وبگاه خبری المعلومه، به گفته منبع امنیتی، نیروهای هشت شعبی با حمایت ارتش برای جلوگیری از نفوذ سنی‌های تندروی داعش از عمق خاک سوریه به عراق به شکل گسترده‌ای در مرز مستقر شدند. این رویداد امنیتی پس از آن است که اطلاعات امنیتی از قصد عناصر سنی‌های تندروی داعش برای نفوذ به مناطق بیابانی عراق حکایت دارد. نخست وزیر موقت پاکستان هشدار می‌دهد که تمامی شهروندان افغانستانی که بدون مدارک اقامتی قانونی در پاکستان به سر می‌برند از این کشور اخراج خواهند شد. وی همزمان با بازگشایی گذرگاه تورخم که در پی تنش‌های مرزی به مدت 9 روز مسدود گردیده بود گفت که سیاست مؤثری برای جلوگیری از ورود غیرقانونی افغان‌ها به پاکستان اتخاذ شده است. بر اساس گزارش ها طی روزهای اخیر بازداشت پناهجویان افغانستانی در پاکستان افزایش یافته و بیش از 300 مهاجر از جمله زنان و کودکان و حتی کسانی که ویزا داشتند هم بازداشت شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده است که دست کم 333 میلیون کودک در سراسر جهان در فقر شدید به سر می‌برند. در گزارش تازه یونیسف آمده است که کودکان به عنوان 1/3 جمعیت جهان 50 درصد جمعیت شدیداً فقیر را در سراسر جهان تشکیل می‌دهند. به گفته این سازمان، این کودکان با درآمد کمتر از 2.15 دلار در روز زندگی خود را سپری می‌کنند. بر اساس این گزارش‌ها، بیش از 90% کودکان با فقر شدید در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا زندگی می‌کنند. در اول ربیع الاول و همزمان با یادبود لیلة المبیت، شبی که مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام در بستر رسول خدا صلی الله علیه و آله آرامید، قبار روبی ذریح مطهر حضرت علی علیه السلام انجام شد. گفتنی است این کار چند ساعت به طول انجامید و ضمن قبار روبی و تمیز کردن ذریح مطهر با گلاب نیز این ذریح معطر شد.